این هفته ها راجب ایران پیغام آوردم و میارم. هفته پیش پیغام آوردم که شیطان یا بگو خدای این جهان میخواد که ایران رو نابود کنه، نقشه داره و نقشش رو برملا کردیم هفته پیش که خدای این جهان که شیطان هست چطور میخواد ایران و ایرانی رو نابود کنه و چرا. امروز میخوام از کوروش بیاموزیم، کوروش تو کتاب مقدس هست و هفته های آینده هم همینطور یک سری هست که راجع به ایران در کتاب مقدس صحبت خواهیم کرد و یه پیغام چند هفته دیگه دارم راجع به پرچم ایران. میخوام راجع به پرچم ایران من پیغام بیارم از کتاب مقدس، پس با ما باشید، ایران رو بشناسید، بدونید فکر و دل خدا برای ایران چیه، تا ما چرا باید بدونیم که خداوند فکر و دلش برای ایران چیه. یک، برای اینکه دلگرم باشیم. خداوند در مورد ایران در کتاب مقدس زیاد گفته، گذشته رو میبینیم لطف خدا با ما بوده، آینده رو میبینیم لطف خدا با ایرانیا خواهد بود. همرم کتبیه، اینا شعاری نیست، کتبن نوشته. پس با اول اینه که دلگرم باشیم، نترسیم و بدونیم که هر سختی هم که پیش بیاد خدا با ماست و بدی ها و سختی ها رو به نفع ما تمام خواهد کرد. پس یکیش اینه. دوم فقط این نیست که دلگرم بشیم، خوشحال بشیم، نه این سختی ها میاد خداوند ما رو نجات خواهد داد، خوبه. دلیل دوم اینه که خودمونو با خداوند همسو کنیم. فقط احساس خوب داشتن کافی نیست، کار خوب کردن یعنی با خداوند همراه بودن لازمه. فقط این نیست که دل خدا رو بگیریم یا فکر خدا رو بگیریم، باید با خدا همکارم باشیم. پس ما این که فرزندان خدا هستیم بدونیم خدا برای ایران چه نقشه‌ای داره، اول دلگرم بشیم و بعدم با او همراهی کنیم و همکاری کنیم. امروز میخوام راجبه کوروش صحبت کنم، ولی اینو میخوام یادآوری کنم از کتاب مقدس. اینا شعارهای وطن‌خواهی نیست، ناسیونالیستی نیست، من دارم از کلام خدا صحبت میکنم. غیرت ایرانی بودن من نیست، من دارم از کلام خدا صحبت میکنم و اون اینه، نظر لطف خدا بر ایران هست. تو کتاب مقدس میخونی، در تورات میخونی، چقدر راجب پادشاهان ایران، راجب کوروش که امروز میخوایم صحبت کنیم، چقدر هست، زیاده. پادشاهان ایران در کتاب مقدس مرتب اسم برده شدن. و یه نکته جالب اینه، من اینو گاهی تو دوستای آمریکایی میگم تو کتاب مقدس پادشاهان و انبیا رو که در تورات نوشتن همه رو اسم میبره و اشکالاتشون هم میگه. دانیال نبی قتلش رو میگه، زناش رو میگه، همه گناهانشون و قدرتاشون رو میگه، ضعفاشون رو میگه، پادشاهان رو میگه، میگه پادشاه خوب بود، اولا خیلی پادشاهان رو میگه این بد بود، این بد بود، این بد بود، این خوب بود، ولی یه ولی داره، اشکالش هم میگه. ولی وقتی به پادشاهان ایران کوروش، داریوش، خشایار میرسه، اردشیر تو کتاب مقدس هست، وقتی میرسه فقط خوبی های اینا رو میگه، یه ولی هم نمیگه، میگه این ولی اینا این اشکال داشتن. پادشاهان خود یهود رو میگه، یه ولیاشو میگه، ولی مال ایران رو، مال پادشاهان فارس رو نمیگه. نظر خود لطف خدا بر ایران بوده و خواهد بود. ما میدونیم ارمیا 49 خدا میگه من تخت پادشاهی رو در ایران برقرار خواهم کرد. بر همینه که شیطان اینقدر دشمنی داره. ببینید دو قوم در کتاب مقدس، در همه این 66 کتاب، این 40 پیامبر یک برنامه نجات بشر رو دارن. اصل مسئله نجات دهنده عیسی مسیحه که در تورات صدها پیشگویی میشه، بعد میاد و همون پیشگویی ها رو به انجام میرسونه، روی صلیب میره، پیشگویی شده بود، از مرگ برمیخیزه، پیشگویی شده بود، نجات دهنده میشه، پیشگویی شده بود، همه اینا هست. ولی در این حال میخونیم و تاریخ بشر رو در کتاب مقدس میبینیم، به خصوص تاریخ آینده رو، کتاب مکاشفه، کتاب دانیال، خیلی هاش راجب آینده خیلی صحبت میکنه. خلاصش رو میخوام بگم از لحاظ اقوام، قومها، کشورها، دو تا ملت در کتاب مقدس هن که خداوند براشون نقشه خاصی
داره برای روزهای آخر، برای آینده، برای جهان. اینطور بگم، یکیش قوم یهوده، یکیش قوم فارسه. اینا کتاب مقدسه. در زمانهای آخر میگه من تخت پادشاهی خودم رو در اورشلیم برقرار میکنم، و بعد میگه تخت پادشاهیم رو در ایلام که در داخل ایرانه برقرار خواهم کرد. در زمانهای آخر میگه که یک قومی از قوم یهود به مسیح ایمان میارن و در تمام دنیا پراکنده میشن و بشارت میدن، و بعد میگه ایرانی ها منو خواهند شناخت و بشارت خواهند داد. برای همینه که شیطان یک دشمنی خاصی برای این دو قوم داره. میخوام دقت کنید، من الان اینجا مسئله سیاسی رو مطرح نمی کنم، من راجع به قوم صحبت میکنم، چون حکومت ها میان و میرن، اصلا مسئله سیاسی من الان اشاره نمی کنم. این حکومت میاد، دولت اسرائیل هست، بد نیست، یکی دیگه میاد، این میاد، من راجع به قرن ها دارم صحبت میکنم، راجع به مسئله ای که از تمام حکومت ها میگذره، و اون اینه که خدا برای قوم یهود نقشه داشت و اجرا کرد و نجات دهنده از اون قوم برای جهان فرستاد، بهشون گفت شما قومی نبودید. به یهود میگه من شما رو انتخاب کردم چون هیچی نبودید. بابا یونان رو بگو، رومیا رو بگو، مملکت پارس رو بگو، تمام دنیا قدرت جهانی بودن، بابا شما کسی نبودید. من اتفاق از این کوچکان استفاده میکنم. یه ابراهیم اون طرف افتاده بود، گفتم بیا این ور باد کار دارم، از اسمی نداره، یه شخص، یه نفر، قومم نبود، از ابراهیم من نجات دهنده رو فرستادم که دنیا رو نجات بده. پس وقتی میگیم مثلا قوم ایرانی برگزیده خدا هستن، میگیم قوم یهود برگزیده خدا هستن، این نیست که بگیم ما چقدر خوب بودیم، ما رو انتخاب کرد. ما نه، خداوند از ناچیزان استفاده میکنه، افتخاره، از کوچکان، مثل یه قومی که نام و نشانی نداشتن، قدرتی نداشتن، قدرت نظامی نداشتن، اصلا اسمی نداشتن، استفاده میکنه و نجات دهنده رو از اون طریق میفرسته. و بعد حالا از ایران هم و ما ایرانی ها هم میخواد استفاده کنه. پس اون نفرتی که میبینید که بر علیه ما ایرانی ها هست، نفرت مردم رو نمیگم، نفرت شیطان رو میگم، اون نفرتی که تو حکومت میبینی، تو افرادی که در قدرت ایران هستن، واقعا میبینی ایران رو دوست دارن. شما تو صحبتاشون عشق به ایران رو میبینید، عشق به فرهنگ ایران رو میبینید، عشق به گذشته ایران رو میبینید، عشق به آینده ایران رو میبینید، اصلا عشق رو میبینید. شاید دانسته و شاید ندانسته، وسیله این تا اون نقشه ای که خدای این جهان برای نابودی ایران همیشه داشت رو سعی کنن اجرا کنن، موفق نخواهند شد. خیلی ضربه زدن تو این 40 چند سال، خیلی خراب کردن. بعضیا میگن عمدی بوده، بعضیا میگن نه ندانم کاری بوده، فرقی نمیکنه، ایران خراب شده. و پشت این خراب شدن یک قدرت روحانی ما برای انسان ها هست. ایران یه دشمن داره، دشمن ما اسلام نیست، جمهوری اسلامی نیست، دشمنی بالاتر از اونهاست و اون شیطانه، و اون میدونه خدا میخواد ایران رو برکت بده و برای همین دشمنی میکنه و عناوین مختلف هر کی بخواد با او همکاری کنه یا وسیله دستش باشه استفاده میکنه تا جلوی کار خدا رو برای قوم ایران و قوم یهود بگیره. با توجه کنید، من اینا رو که میگم اصلا سیاسی نیست. پس نگید ایشون نمیدونم زایونیسته، طرفدار اسرائیل، نه، اصلا از اینا ما گذشتیم. من راجع به قرن ها صحبت میکنم، راجع به حکومت و حکومت نیست، ولی اینا رو دارم از کتاب مقدس. امروز پیغام من یه مقدار اولش آگاهیه و بعد میریم روی کاربردهای روحانیش برای خود من و شما و با هم دعا خواهیم کرد. ولی اولش میخوام بدانید، اول بدونیم، آگاه باشیم. لطف خدا بر ایرانه و اینو بارها در کتاب مقدس میبینیم، الان به خصوص الان که روح خدا در ایران داره کار میکنه. بعضیاتون شاید تجربه نکردید، بعضیاتون سرتون بیکلا مونده، آن الان روح خدا داره ایران کار میکنه، تو گرفتی؟ الان خدا تو ایران داره معجزات میکنه. چقدر شفاها، شفای جسم، شفای روح،
شفای قلب، شفای روابط، خانواده ها. هر هفته ما میشنویم خدا داره در ایران کار میکنه، رستش لطفش ریخته، خوشا به حال کسی که بگیره، برکتو بگیره. لطف خدا بر ایران هم همین سختی ها ریخته، تو نگیری سر تو بیکلا میمونه. چقدر از معتادین آزاد شدن و میشن هر هفته، چقدر معجزات ما هر هفته میشنویم و میبینیم دست خدا دراز شده. حالا تو ندیدی و تو تجربه نکردی، بکن. این لطف هست، این میز ریخته، این میز هست، بیا بگیر، دریافت کن از عیسی مسیح. دیگه این زمان لطف خداوند برای ایران شروع شده و این تاریکی که الان برای ایران هست برداشته خواهد شد و داره میشه، شروع شده. و این نور در من و در مایی که خدای عشق و محبت رو تجربه کردیم تابیده شده و از طریق ما تابیده میشه، از طریق عشق و محبتی که ما به هم نوعای خودمون به دیگران داریم تابیده میشه، از قدرتی که در زبان ماست، قدرتی که در دعای ماست. ما مسیحیان قدرت داریم، زبان ما قدرت داره، دعای ما قدرت داره. عزیزا اگر مریضید برید پیش یه مسیحی بگو برای من دعا کن معجزه بشه، میشه. خب اون مسیحی نمیکنه، خداوند لطفش بر ایران ریخته و آیات و معجزات زیاد شده و این برکت رو خداوند طبق کلامش به ما داده. میگه خب این همه کشور هست، این همه قوم هست که شما حالا تو چطور اینقدر عرق ایرانی بودن زده بیرون که میگی خدا بر ایران لطف داره؟ خب چرا کشورهای دیگه نه، چرا ایران؟ یکی از دلایلش پیدایش فصل 12 است. پیدایش فصل 12 خدا به ابراهیم میگه که از تو قومی رو من تولید میکنم و این قوم که داشت به مسیح اشاره میکرد، نجات دهنده ای میاد که تمام دنیا رو برکت میده. ابراهیم من تو رو برکت میدم و نسل تو دنیا رو برکت خواهد داد و هر که تو رو برکت بده، اینجاست که به ما ایرانی ها مربوط میشه، هر که تو را برکت دهد من او رو برکت میدم، هر که تو را لعنت کند من او را لعنت خواهم کرد. یه قول کتبیه. و جالب اینه در طول تاریخ، شما تاریخ یهود رو بخونی، هر جا رفتن دشمن داشتن، پراکنده شدن در سراسر جهان. چقدر هولوکاست، چقدر کشتارها بوده، فقط هم هیتلر نبوده، شما تاریخ رو ببینید در زمانهای مختلف کشتار یهودیان بوده. دشمنی با یهود همیشه بوده، چون شیطان میگه اینو نمیخوام. اینه حالا این دشمنی یه بخشش هم بر ما ریخته، چون خداوند میخواد از طریق ما هم کار کنه. حالا این لطفش بگم برم در پیدایش فصل 12. پیدایش فصل 12 اون قسمت لعنت شامل حال ما نمیشه. یا هیتلر خواست یهودیان رو نابود کنه، خودش نابود شد و در طول تاریخ همچین اتفاقی افتاد. هامان نخست وزیر ایران که البته ایرانی نبود، شما کتاب استر رو که بخونید، کتاب استر، هامان امالقی ایرانی نبود، میخواست یهودی ها رو بکشه، چی شد؟ خودش به سر دار رفت. خداوند یعنی در طول تاریخ خیلی ها خواستن نابود کنن ولی نابود شدن. حالا در پیدایش فصل 12 قسمت لعنت شد تا تاریخ دیدیم. حالا ما هم قسمت مبارک برکتش رو توجه کنید، دقت میکنید، این میشه مال ما. میگه هر که شما رو برکت بده من برکت خواهم داد. در کتاب مقدس کتبی تنها کشوری که این برکت شامل حالش میشه ایرانه. خود کتاب مقدس میگه تنها کشوری که اصلا تو خود کتاب مقدس یهودیان رو برکت داده و این آیه شامل حال اون میشه فقط ایرانه. و همین لطف خداوند بر ایران هست. در اعمال رسولان فصل 2 بعضی از من میگن خب کلیسا در ایران کی شروع شد؟ من میگم روز پنتیکاست. برو بخون. اصلا مجوسیان قبل از تولد مسیح، مجوسیان از ایران اومده بودن. مغان اصلا کلمه ایرانی فارسیه. بعد در اعمال رسولان میگه فارس ها بودن، ماد ها بودن، ایلامی ها بودن که در روز پنتیکاست به مسیح ایمان آوردن. خدا عمدن اینا رو آورد اون جلو، گفت شما اولیان باشین، اسمشون هم اوله.
همه اینا رو میگم برای اینکه باور کنید لطف خدا بر ایرانه و برای ایران خدا نقشه داره. پس اول دلگرم بشیم، بعدم همکار بشیم با خداوند. آمین. خب حالا میخوام از کوروش چند تا درس یاد بگیریم. میگیم خب امروز میخوام از کوروش سه تا درس رو، خیلی چیزا داره ولی این سه تاش خیلی به درد ما میخوره، از کوروش بیاموزیم. حالا میگید چرا از کوروش بیاموزیم؟ چون اولا داستانش در کتاب مقدس، خدا میگه تمام کتاب مقدس برای ما نوشته شده که درس بگیریم. خب کوروش هم تو کتاب مقدس دیگه. هیچ میدونستید 5 تا از کتاب‌های تورات در ایران نوشته شده؟ میدونستید؟ از کوروش یاد میگیریم چون مسیح خداوند بود. چون مسیح یعنی روح خدا، روح القدس در او کار میکرد و برای همین اصلا مثل که کوروش با دوران خودش نمیخونه، با امروز هم نمیخونه. کوروش فکری داره، فکر عهد جدیدی داره. یعنی چیزی که کوروش، ارزشایی که داره، حرفایی که میزنه، تصمیماتی که میگیره، حتی تو تورات نیست، تو انجیله، انجیلی عمل میکنه. دوست داشتن اقوام، دوست داشتن دشمنان، منصف بودن، برکت دادن، سخاوت، زورگوی نبودن، سوء استفاده نکردن، راستگو بودن، همه اینها رو در کوروش بسه که برای هم میگه چرا اینطوری بود؟ برای اینکه خود خدا جوابش رو میده، میگه برای اینکه روح القدس در کوروش بود، مسیح بود، محض بود. کوروش تنها کسیه که تو کتاب مقدس غیر از عیسی مسیح، خداوند به کوروش میگه مسیح من. دو تا مسیحه، مسیح اصلی که نجات دهنده جهانه، ولی خداوند این افتخار رو به کوروش میده، میگه تو هم مسیح منی، یعنی محض شده منی، یعنی تو داری از طریق به وسیله روح القدس عمل میکنی. فکر و دلی که کوروش داشت اصلا زمان خودش، الانش هم الان تو خیلی از کشورها نیست. کوروش میاد یک دانیالی که از یک اسیره توی کشور دیگه به دنیا آمده، اینجا هم اسیره، میاد میکنه نخست وزیر خودش. حالا شما به من بگید تو کدوم یکی از کشورهای جهان یه نفری که یک کشور دیگه به دنیا آمده بخواد بیاد یه جا نخست وزیر بشه، اجازه میدن؟ بعد منشور آزادی رو نوشت، تا به امروز در خیلی از کشورها این اصلا انجام نمیشه، من جمله از کشور خودمون 2500 سال پیش منشور آزادی بشر نمیشت. و وقتی که تاماس جفرسون که چیز آمریکا رو داشت مینوشت، قانون اساسی آمریکا رو با بقیه مینوشت، خودش میگه من از این منشورم استفاده کردم. همشون میگن ما از کتاب مقدس استفاده کردیم، ولی این منشور برای ما باعث الهام بوده وقتی اساس یا قانون اساسی آمریکا رو ما نوشتیم. کوروش کسیه که قانون آزادی بشر رو می‌نویسه، فقط هم حرف نمیزنه، انجام میده. کوروش کسیه که این همه برده داره. تمام دنیا وقتی برده دارن میخوان یه قصر بسازن، میگن این برده ها بیاید به زور شمشیر، به زور کتک، شلاق، برید کاراتون انجام بدید، برای من قصر بسازید. ولی هیچ میدونید تخت جمشید رو برده ها ساختن، ولی کتیبه‌ای در اومده که همه اینا حقوق بگیر بودن، حتی حقوق بازنشستگی داشتن. یعنی میتونه زور بگه که این برده‌ها بیان براش تخت جمشید بسازن، ولی نه، شخص منصف از برده‌ها حتی برای نخست وزیری استفاده میکنه، استخدامشون میکنه، بهشون حقوق میده، چیزای حسابداریش از زیر خاک در اومده. میریم روی کوروش. راجب کوروش کتاب مقدس در اشعیا فصل 44 و 45 خیلی صحبت میکنه. 44 و 45 اشعیا رو بخونید. این 150 سال قبل از اینکه کوروش به دنیا بیاد نوشته شده. 150 سال قبل از اینکه کوروش به دنیا بیاد، خداوند در کتاب مقدس میگه شخصی به نام کوروش 150 سال دیگه به دنیا خواهد آمد. به اسم میگه، به کوروش میگویم تو از طرف من حکومت خواهی کرد، تو کاری را خواهی کرد که من میخواهم انجام بدی، تو دستور خواهی داد که اورشلیم بازسازی شود و بنیاد معبد بزرگ گذاشته شود. بعد
اشعیا 45، باز 150 سال قبل از عیسی، قبل از تولد کوروش، خداوند به مسیح خود، به کوروش میگه مسیح خود، کوروش باز اسم خودش رو میگه که دست راست او را گرفتم، من دست او را گرفتم تا به حضور وی امتها را مغلوب سازم، کمرهای پادشاهان را بگشایم، درها را به حضور وی باز کنم، دروازه ها دیگه بسته نشن. حالا این تازه اوله، این آیه 1:45، برید بقیه 45 رو بخونید. تمام تاریخ فتوحات کوروش که چگونه پیروز شد تو فصل 45، فصل 45 اشعیا هست. من یک کتاب نوشتم به انگلیسی، البته به فارسی هم ترجمه شده، وقت نمی کنم اینو تمومش کنم، به دست شما بسپارم. کتابی که نوشتم فصل، چند فصل اولش شرح حال خودمه، بعد فصلهای بعد همین باز کردن نبوتایی که برای ایران هستش، و بعد فصلهای آخر یه طرحیه که چگونه ایران تبدیل بشه. به زودی فارسیش هم در اختیار شما میذارم، ولی انگلیسیش هم الان در دسترس هستش. و دلیلش اینه که من این فصل رو، فصل 45 اشعیا رو، آیه به آیه، کلمه به کلمه باز کردم و ده ها پیشگویی دقیق راجع به کوروشه که در تاریخ انجام میشه. 150 سال قبل میگه به انجام میشه. مثلا اینجا تو خود این میگه که درها را به روی او مفتوح خواهم کرد. تاریخ نشون میده که کوروش با جنگ و خونریزی پیروز نشد. خیلی از کشورها خودشون او رو دعوت کردن، درها رو براش باز کردن. البته میگن مثلا اسلام که برای در ایران آمد، ایرانی ها با دل باز، با آغوش باز اسلام رو قبول کردن. ولی خب وقتی تاریخ رو نگاه میکنی، شواهد تاریخی نگاه میکنی، میفهمی ادعا پوچه. تاریخ خود اسلام رو میگم، آن تاریخ ما نوشتیم، ما که ننوشتیم، تاریخ غیر اسلامی رو نمیگم، تاریخ اسلام رو میگم. خود تاریخ اسلام میگه که چگونه اسلام ایران رو فتح کرد با کشتار و خونریزی و به اسارت بردن. ولی خب ادعاشون این که نه، اینها با آغوش باز. ولی هرودوت، تاریخ نویس غیر یهودی، غیر مسیحی، تاریخ نویس یونانی، می نویسه که وقتی که کوروش میخواست کشور گشایی کنه، خیلی ها باز کرده. میگه چرا دروازه رو باز کردن؟ چون میدونستن این کوروش نمیاد بکششون، نمیاد حتی دینشون ازشون بگیره، نمیاد برشون سلطنت کنه، میاد بهشون آزادی بده. خودش منشور آزادی بشر رو نوشته، حالا میخواد اجرا کنه. این ادعا نیست. اصلا میدونستید هرودوت تاریخ نویس بزرگ دنیا، هیچ میدونستید یک کتاب نوشته به نام زندگی نامه کوروش؟ من چند هفته پیش رفتم گشتم پیداش کردم و دانلودش کردم، یه چند صفحهش خوندم. تماما زندگی کوروش رو هرودوت می نویسه، چگونه به دنیا آمد، چه کار کرد، چه ارزشایی رو داشت، چطور کشور گشایی کرد، و اینا از یک تاریخ نویس اومده بیرون. اینا ادعای مثل اسلامی نیست که ما اومدیم و با صلح و آشتی و سلامتی اومدیم و اینها با آغوش باز ما رو پذیرفتن. این تاریخ نوشته شده غیر کتاب مقدسی هستش. اشعیا 45، پولس خداوند اینجا، این کشوری که ایران هستش، البته اون یک رنگای نیمه رنگ هستش که در حقیقت دولت ایران از این خیلی بزرگتره، بزرگتر بود. حالا این عکس من پیدا کردم چون اسمای امروزی روش هستش. بعد اشعیا 45، ببینید خدا به کوروش 150 سال قبل از تولدش میگه تو هنگامی که مرا نشناختی، تو را به اسمت خوندم، اسمتو میدونستم، ملقب کردم، من یهوه هستم، اسم من یهوه است، اسم من اسم دیگه نیست، الله نیستم، من یهوه هستم، دیگری نیست، غیر از من خدایی نیست، یکه، خدا یکه. بعد یکی از دروغایی که میگن این مسیحیان سه تا خدا اعتقاد دارن، دروغه، دروغاشون رو باور نکنید. یهوه هستم، غیر از من خدایی نیست، من کمر تو را بستم هنگامی که مرا نشناختی.
تاریخ میگه و هم تو کتاب مقدس هم تو تاریخ هست که 150 سال بعدش، حالا در ایران کوروش به دنیا اومده، پادشاه شده و دانیال وزیرشه. دانیال نبوت ارمیا رو، ارمیا فصل 25 آیه 11 میخونه که خدا گفته من شما رو 70 سال به اسارت میفرستم، 70 سال، و بعد از 70 سال شما رو برمیگردونم. دانیال نبی کتاب رو میخونه میگه 70 سال ببینم، حساب میکنه 70 سال الانه، 70 سال شد موقع آزادیه. میره و پیش کوروش میاد، باز میکنه، میگه که اسارت ما 70 ساله. و کوروش جان لطفا توجه کن، من از اشعیا 150 سال قبل برات بخونم. اسم تو هست، کارهای تو هست، خداوند یهوه تو رو مسیح خود میخونه و بهت میگه تو منو نشناختی ولی من تو رو میشناسم. تو چی میگه؟ هنگامی که مرا نشناختی تو رو به اسمت خواندم، ملقب کردم. تو منو نمیشناسی کوروش، من تو رو میشناسم، 150 سال قبل هم میشناختم. و تاریخ میگه که اینو به کوروش نشون میده و کوروش پادشاه میگه که خب پس همینه، پس من ماموریتمو فهمیدم، یه قسمتی از ماموریت من همینه که اورشلیم رو بنا کنم و معبدی رو بنا کنم. و برای همین در عزرا 60 سال بعد از این داره گزارش گذشته رو میده، عزرا اینو میگه، میگه این از فرمان کوروش پادشاه، در اولین سلطنت، سال سلطنت کوروش، خداوند به وعده‌ای که توسط ارمیای نبی داده بود وفا کرد، کوروش رو برانگیخت. کی برانگیخت؟ روح القدس برانگیخت تا فرمان کتبی زیر را صادر کند، آن را به تمام نواحی تحت فرمان خود بفرستد تا با صدای بلند برای مردم خوانده شود. اینو نوشت. چی رو نوشت؟ به همه جا چی رو فرستاد؟ به همه مردم چی گفت بخونید؟ اینو گفت. این از فرمان کوروش شاهنشاه پارس. یهوه خدای آسمان به اسم میگه، به اسم. بعضیا میگن حالا کوروش ایماندار بود نبود، تو امروزش هم به یه نفر نگاه میکنی نمیدونی ایماندار هست یا نیست. و اینه که به میوه‌هاش، به تصمیماتش، به صحبتاش آدم نگاه کنه میتونه حدس بزنه. نمیدونی مطمئنا کوروش به خدای یهوه ایمان داشت یا نه، ولی تو نوشتاش به نظر میاد که داره. میگه یهوه خدای آسمان، یه جای دیگه میگه تنها خدای حقیقی، تمام ممالک جهان را تحت فرمان من در آورده. یعنی باور کرده اون نبوتو، اون چیزی که دانیال بهش میگه در اشعیا، میگه من باور میکنم این یهوه بود که تمام این ملت ها رو به من داد، چون نوشته بود بدون جنگ من پیروز خواهم شد، ملت ها رو به اطاعت من در خواهد آورد. همه اینایی که این فصل 45 این همه انجام شده، پس من چرا باور نکنم؟ پروش باور میکنه، میگه یهوه همه اینا رو به اختیار من در آورده، منو برگزیده. چون 150 سال میگه کوروش تو رو به اسم برگزیدم تا معبد بزرگی در شهر اورشلیم در یهودیه برای او بنا کنم. پس ماموریتش رو میپذیره، میگه فهمیدم خدای واقعی این کار رو من کرده و میره معبد رو میسازه. و بعد البته معبدی که عیسی مسیح توش میرفت در اناجیل همین معبدی بود که ساخته شده بود به پول، به دستور کوروش، به پول ایرانیا. یه چیز جالبه، میدونید چجوری این ساخته شد؟ آیه‌های بعدی رو بعداً برید بخونید. میدونید این معبد چطور ساخته شد؟ آیه‌های بعدی اینو میگه، میگه هر کسی از قوم یهود که بخواد برگرده و معبدو بسازه بره. و تاریخ نشون میده تعداد کمی رفتن. بابا جا خوش کرده بودن ایران. بودن ما اینجا وزیر و وکیل میشیم، هممون وضعمون خوبه. خب چرا بذاریم بریم اونور؟ ولی یه تعدادی، اقلیتی پا میشن میرن. ولی حالا خوب دقت کنید، باز اینجا یه درس بزرگه. کوروش قدرت داره، میتونه دستور بده. میدونی پول این معبدو چجوری به دست آورد؟ تو دستورش آیای بعد میگه، میگه هر کسی که میره همسایه هاش خودشون به اختیار خودشون، نه به زور، هدیه بدن به اینا، اینا که دارن میرن که معبدو بسازن با هدایای آزاد. و
بعد میگه همسایه‌ای که طلا و جواهر اینا دارید بدید به اینها برن. اولا نشون میده چقدر مردم بعضیشون خوب بوده که داشتن، که یکی میخواد بره منم در این امر میخوام کمک کنم. ولی جالبه اینجا هم بیگاری نمیکشه، اینجا هم دستوری عمل نمیکنه، اینجا هم میگه به دل خودتون بدید. و اون معبدی که مسیح توش هست به وسیله پول کوروش یا ایرانی ها ساخته میشه. من و الان در سال 70 میلادی این معبد خراب میشه و یه قسمتش باقی مونده. اون دیواره که در اورشلیم بعضیاتون شاید رفتید دیدید، یه قسمتش باقی مونده. من گاهی یهودیایی که باشون آشنا میشم یه تیکه میندازم براشون، حالا شما هم یاد بگیرید براشون تیکه بندازید. چی میگم بهشون؟ میگم این دیواره رو میبینی؟ آره. چقدر خوبه، یادگار قرن‌های گذشته است. بعد میگم هر موقع این دیوار رو دیدی بدون ما پولش رو دادیم. ما ایرانی‌ها اینو براتون ساختیم، یادت باشه. این باقی مونده ولی کل معبد رو ما دادیم. این از پول هدایای ایرانی، حتی کوروش مجبور نکرد و این ساخته شد. دو سه تا نکته رو میگم، میخوام با هم دعا کنیم. من شاید تو همین الانم هم دلتون گرم شده و میدونید خدا با ماست و میخوای مثل کوروش باشید، کوروش که از روح القدس گرفته بود. ولی یکی از چیزهای بزرگی که از کوروش باید یاد بگیریم این که کوروش تعصب رو کنار گذاشت. کوروش میتونست متعصب باشه. آقا ما زرتشتی هستیم، من برم معبد اینا رو بسازم، بگم این خدای حقیقی یهوه خدای حقیقیه، مگه خودمون نداریم؟ این تعصباتیه که همه بشر دارن کم و زیادش، به خصوص در ایران که اسلام دیگه آخرین دینه دیگه، بهتر از اون که نمیشه. تعصب باعث میشه که بدون اینکه فکر کنی تصمیم بگیری. تعصب چشمای ما رو کور میکنه که نبینیم، گوشهای ما رو کر میکنه که نشنویم. میگیم همینه که هست دیگه، اصلا سوالم نمیکنم. تعصب باعث میشه اسیر باشیم، در اسارت باقی بمونیم. باشه افراد صحبت میکنی میگیم خب بیا اسلام، بیا قرآن و کتاب مقدس رو مقایسه کن. چیزی ازت نمیخوام، بیا بشین مقایسه کن. نه، اسلام آخرین دینه، تو مقایسه کردی؟ تو خوندی؟ نه، بهترینش حضرت محمد، آخرینش بهترینش هم بوده. خب آدم حرف منطقی، خب بیا زندگی حضرت محمد رو با عیسی مسیح مقایسه کن. نه بابا، بهتر از حضرت محمد، عادل تر از او پیدا نمیشه. بیا تاریخ رو بخون حضرت محمد چه کار کرد. کار ندارم، اون بهترینه، از عیسی مسیح شما هم بهتره. این تعصب یعنی منطق کنار گذاشته میشه با احساس. بعضیا میگن شما مسیح ما رو بردید، خب خیلی احساساتی شدید. ما دیگه ما با منطق جلو میریم که شرموز. ما دیگه این احساس این دین و احساس اون دین ما نمی کنیم که مثلا با احساسات تصمیم بگیریم. از احساسات ما سوء استفاده کردن. میگم احساسات خوبه، کنار بگذار، بیا با عقل. ولی تو داری با احساساتت رفتار میکنی. میگم من احساسات نه، من اصلا به اسلام، اصلا به خدا اعتقاد ندارم. میگم با احساسات به خدا اعتقاد نداری، انقدر از این ملاها خوردی، دلت شکسته، همه رو انداختی دور و نیومدی که مقایسه کنی با دلیل. اگر میخوای چیزی رو رد کنی با دلیل رد کن، اگر چیزی رو میخوای قبول کنی با دلیل قبول کن. کتاب مقدس اینو به ما دستور میده، میگه همه چیز رو بیازمایید، بهترین رو برگزینید. این کار ما مسیحیانه، بسته نیستیم بیاید انتقاد کنید. من اینقدر از انتقاد خوشم میاد چون میرم میگردم جوابش رو پیدا میکنم، خودم ایمانم خالص‌تر میشه، میفهمم چه چیزایی رو باید بندازم دور، چه چیزایی رو بچسبم. ولی خیلی مواقع فکر میکنیم متعصب فقط مذهبی ها متعصبن. نه، امروز میخوام روی صحبتم با شمایی باشه که میگید عقل، منطق، چون خود منم از اون زاویه وارد شدم. من دانشجوی دانشگاه دوره دکترا بودم و سعی کردم بدون تعصب قرآن رو اینجا بذارم، کتاب مقدس رو مقایسه کنم. بعدم فکر میکردم بابا همشون یکی هن دیگه، اینو بخونی میفهمی که یکی هن، بی خودی من اینا بی جنگم. بابا خدا یکیه و حرفاشون هم یکیه دیگه، چرا اینا با هم مخالفن؟ ادیان همشون یکی هن. ولی وقتی مقایسه کردم دیگه نمیتونستم به عنوان وجدان خودم بگم هر دوتا یکی هن. نیستن.
خب حالا بعد تصمیم بگیری مقایسه کنی، میگم مقایسه کن، نه بابا ما چیزیم. حالا ما اینو بگم، اونایی که تحصیل کرده تعصب فقط مال مذهبی ها نیستان. من متعصب ترین رو تو افراد تحصیل کرده دیدم. چرا میگم متعصب؟ نمیخواد فکر کنه، تصمیمشو گرفته، اونم با احساسش. بابا همه ادیان اینطورن نیستن، ادیان ننگ بشرن، ادیان همیشه خراب کردن. میگم بیا ببین که چقدر از ایرانی ها زندگیشون داره شفا پیدا میکنه، از تنفر به محبت تبدیل میشن. خودشون میگن من زیر و رو شدم، قلب تازه پیدا کردم، آرامش گرفتم، رابطم با همسرم درست شده. با ولش کن، اینا رو شستشوی مغزی دادید. با یکی صحبت میکردم میگفت شما همینا گول خوردید همتون. تو کلیسا برده بودمش اون موقع، بعد دیده بود با چند نفر آشنا شده بود، رفتیم خونه، بعد گفتم که خب نظر چیه؟ گفت بابا همتون گول خوردید، من عقل کلم، من گول نمیخورم، همتون گول خوردید. گفتم اون فلانی چیه؟ گفت اون یکی بدبخت بیچاره نداره، از ایران اومده، هیچی نداره، از ناچاری و بدبختی اومده به مسیح ایمان آورده. گفتم اون یکی چیه؟ اون که کشکامیل چی؟ کشکامیل که فرضش خیلی خوبه، اون انقدر داره که خوشی زیر دلش رو زده به مسیح آورده. یعنی هم ندار گول خورده، هم دارا گول خورده. اون یکی که اون که بدبخت، اون مشکل ازدواج داشته، این تو این بدبختی هاش به مسیح چسبیده. اون یکی چی؟ اون مشکلی نداشته دیگه، بی خوش بوده دیگه، گفته اینم انجام بدیم. یعنی هر جور بگی با مغز، با منطق، فقط بهانه است. متعصب ترین افراد رو من در میان تحصیل کرده ها دیدم، یا اونایی که فکر میکنن خیلی منطقی هن. چون من بهشون چالش میدم، امروز شما میگید من خدا رو قبول ندارم، رد کردم، با منطق رد کردم، علم 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 علم. میگم تو خیلی عالمی، خیلی منطقی هستی، آره بیا شواهد رو نگاه کن. صدها پیشگویی، یکیش همین مال کوروش دانیال، بیا پیشگویی های کتاب مقدس رو برای من توضیح بده چی بوده. نه اینا رو ساختن، نسخه هاش از پیدا شده، نسخه هایی که قبل از عیسی مسیح بوده تو خاک پیدا شده، اینا رو چی میگی؟ ببین تعصب اینا رو گوش نمی کنه. نه اصلا دین و مذهب من نمیخوام، خسته شدم. بابا تو میگی منطقی هستی، خب منطقی رفتار کن. دانیال نبی رو چی میگی؟ دانیال نبی فصل 9 میگه که دقت کنید، میگه 383 سال، ببین چقدر دقیق، 383 سال بعد از ساخته شدن معبد عیسی مسیح میاد. اشعیا اسم کوروش رو پیشگویی میکنه، صلیب کشیدن مسیح رو. میخوای منطقی رفتار کنی؟ میخوای منطقی بشی؟ خب اینا رو من رو میز گذاشتم، با اینا چیکار میکنی؟ اصلا خود ما که شما اصلا ما سکولار بخوایم باشیم، خب باشه، عالیه، سکولار جدایی دین از از حکومت، عالیه. ولی هیچ میدونستید فکر سکولار رو مسیحیان آوردن؟ هیچ میدونستید؟ هیچ میدونید؟ دموکراسی رو مسیحیان ساختن، بهترین دموکراسی، کاملترین، بالغترین رو در آمریکا. هیچ میدونستید کسانی که آمریکا رو پایه‌گذاری کردن اکثر همشون مسیحی بودن، بعضیشون حتی کشیش بودن، و خود اونها جدایی دین و از مذهب رو وارد قانون آمریکا کردن، دموکراسی رو اونها تعریف کردن، جمهوری رو اونها تعریف کردن، طرح اونها ریختن که جمهوری 50 تا ایالت مستقل ولی وابسته به هم، متحد، مستقل ولی متحد، طرح اونها ریختن. اونها ریختن که چجوری رئیس جمهور رو 4 سال عوض کنیم که دیکتاتور نشه. همون لیبرال، همون سکولاری که فکر میکنی ریشه و اساسش از مسیحیت، ارزش‌های مسیحیه، مسیحیانی رو خلق کردن. و فکر میکنی حالا من اگه سکولارم مثلا به خدا کار ندارم؟ بابا اون فکر خدا بوده، آزادی خواهی فکر خدا بوده، روشش کار خداست. اگر راه خدا رو نریم از این اسارت به اون اسارت میفتیم، از این دیکتاتوری به اون دیکتاتوری میفتیم. ولی میخوام الان دعا کنم اولین چیزی که بعد ازش آزاد شیم تعصبه. فقط هم روی صحبتم با مسلمان ها نیست، با مسیحیانی که تعصبی هستید، و به خصوص اونایی که فکر میکنید من دیگه از دین و
آزاد شدم، من دیگه خدای خودم هستم، من با منطق جلو میرم، عقل خدای منه. میخوام چشاتو باز کنی، تو هم متعصبی چون به شواهد نگاه نمی کنی، با عقلت منطق تصمیم نمیگیری، نمیایی سبک سنگین کنی، همینطوری ندانسته رد میکنی. تعصب اینه دیگه، تعصب ندانسته نشنیده رد میکنه یا قبول میکنه. به نام عیسی مسیح میخوام براتون دعا کنم، با من دعا کنید. این روح تعصب فقط مال مذهب ایران نیست، الان به نوع دیگه ای در میان غیر مذهبی ها هم تعصب هست، ضد خدا، تعصب ضد خدا. به نام عیسی مسیح روح تعصب رو در ایران میبندیم، هللویا. چشم های کور شده رو به نام عیسی مسیح باز میکنیم، چون تعصب کور میکنه و کر میکنه. روح تعصب از ایران برو بیرون. اعلام میکنم ایرانی ها آزاداندیش هستن، میخونن، مطالعه میکنن، فکر باز دارن و تو نمیتونی فکرها رو ببندی، تو نمیتونی کورشون کنی تا نبینن نور عشق خدا رو، نمیتونی کرشون کنی تا صحبتهای منطقی که ما میکنیم رو نشنون. به نام عیسی مسیح روح تعصب در ایران میبندیم. آمین. میبندیم. شیطان حقی بر ایران نداری. ایران آگاه، ایرانی ها آزاد، ایرانی ها هوشیار، با فکر باز، با قلب باز خدای واقعی رو پیدا خواهند کرد و تو نمیتونی جلوشون رو بگیری. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم. میخوام راجع به ترس صحبت بکنم. کوروش نترسید. حالا من زرتشتی بیام مثلا یه معبد اونجا بسازم، مردم چی میگن؟ نکنه مردم بر علیه من بلندشن، بگن تو از خودمونی، تو کشور ایران، تو زرتشتی، تو الان باشه میگن دیگه، میگن تو مسلمونی چرا میری به اینا کمک میکنی، به غیر مسلمون. ترس از مردم هم از ما اسارته و یکی از بزرگترین چیزهایی که دست و پای تو رو بسته، بله خودتو میدونی. امروز میخوام برای تو دعا کنم. میگی چه کسی؟ تو، تویی که عشق رو دوست داری، خدای عشق و محبت رو دوست داری، پیغام ها رو گوش میکنی، به دلت میشینه انجیل، به دلت میشینه بخشش، محبت به دلت میشینه، تشنه صلح و آرامش هستی، تشنه این هستی که مردم با اتحاد و عشق با هم زندگی کنن. مسیح رو دوست داری، میگی شاهزاده صلحه، محبت، معجزه میکنه، همه اینا رو دوست داری، ولی اسیر ترسی. ترس روحه، روح ترسه. از مردم میترسی، اسیر مردم هستی. از الله میترسی، اسیر الله هستی. از حکومت میترسی، اسیر حکومت هستی. مسیح گفت آمدم آزاد کنم. میخوای آزاد شی؟ بی آزاد شو. چرا تو اسارت ترسی؟ از این بترسم، از اون بترسم. به نام عیسی مسیح دعا میکنم روح ترس رو، نام عیسی مسیح که بالاترین نامه، میخوام دستت رو قلب خودت بگذاری، روح ترس از تو اخراج میشه همین الان. بخوا با من هم دعاشو، یه چیزی از تو میزنه میره بیرون. بهت قول میدم، چون من نمیکنم، خدا میکنه، ولی تو این کارو بکن. دست رو قلبت بگذار، بگو روح ترس از من برو بیرون. ترس رو رد میکنم، عشق خدا رو میپذیرم، چون کلام خدا میگه محبت کامل ترس رو بیرون میکنه. خداوند محبت تو رو میپذیرم، دعوت میکنم، میپذیرم و به نام عیسی مسیح ترس رو بیرون میکنم. ترس از من دور شو. ترس از حکومت، ترس از الله، ترس از انسانها که چه بگن. به نام عیسی مسیح با من دعا کن. به نام عیسی مسیح الان اعلام آزادی میکنم، هللویا. اعلام آزادی میکنم، آزادم. روح ترس برو بیرون، دیگه از اسیر تو نیستم. خدای من خدای ترس نیست، برو بیرون. خدای من عشقه، خدای من محبته، خدای من آزادیه، خدای من حقیقته. تو دروغی، برو بیرون از خونه من، از قلب من، از زندگی من، برو بیرون از ایران من. روح ترس برو بیرون به نام عیسی مسیح. خدا من تو ایران رو نجات خواهد داد. و میخوام راجع به خواندگیتون صحبت بکنم. الان دیدیم که کوروش خواندگی خودش رو، نبوت رو خوند، نبوت در مورد خودش بود، خوند، باور کرد و انجام داد. اینو خدا برای من و شما میخواد.
خیلیاتون براتون نبوت شده نه؟ با نبوت ها چه کار کردید؟ بعضی ها میاد من و دانلجا میگید شما برای ما نبوت کن، نبوت کن، یا یکی دیگه برای شما نبوت کرده، یا خود شما داشتید دعا میکردید خدا به شما گفته من ماموریت برات دارم، من این کارو میخوام تو زندگیت بکنم. باش چه کار کردی؟ فراموش کردی؟ یا مثل کوروش میگی نه خدا گفته من انجام میدم، من میپذیرم، من نقشه های خدا رو برای خودم میپذیرم. همونطور که خداوند کوروش رو انتخاب کرد، تو رو انتخاب کرده، ماموریتتون فرق میکنه. خود خدا میگه تک تک انسان ها رو من انتخاب کردم برای ماموریت خاصی، خاص خودت. ما در شبکه هفت یک کلاس اولمون رو میدونید، کلاس تشخیص عطایا و خواندگیه. نمیدونی اصلا چرا زاییده شدی؟ نمیدونی برای چی به دنیا اومدی و بعد چه کار کنیم؟ بیا کمکت میکنیم از خدا بشنوی، از ما نه، از خدا. بدونی چی داری؟ خدا چه ماموریتی بهت داده؟ تا مثل کوروش بگی چشم، میکنم، به انجام میرسونم. ما در کلیسای هفت دانشگاه هفت داریم. دانشگاهی نیست که فقط معلومات اضافه شه، گرچه اونم هست، اطلاعاتت از خداوند بیشتر میشه، رو خودت، شخصیت خودت، قلب خودت، رابطت با خدا کار میکنی و بعد بنا به خواندگیت که خدا چه ماموریتی رو به تو داده، کمکت میکنیم به اون ماموریتی که خدا بهت داده، نه اون که ما میخوایم، اونی که خدا میخواد بهش برسی. ولی الان باید بله بگی، چیزایی رو میدونی. خیلی هاتون از خداوند رویا گرفتید، هدف گرفتی، نشستی. چرا نشستی؟ کوروش نشست تا خوند گفت بله این مال منه، میرم انجام میدم، میخوام به نام عیسی مسیح دعا کنم شما رو از اسارت ها آزاد کنم. یکی از دروغ های اینه که حالا بعدن، به نام مسیح از دروغ حالا بعدن شما رو آزاد میکنم. شما خواندگی داری، شما ماموریت داری، مثل کوروش بگو بله و همین الان انجام میدم. به نام مسیح دروغ ها رو میبندم، خودکمینی ها رو میبندم. خداوند گفتی هر انسان برای تو با ارزشه به اندازه دنیا و برای هر کدوم از ما نقشه خاصی داری. ای خداوند دعا میکنم گوش ها رو باز کنی، چش ها رو باز کنی و جرأت بدی و اطاعت عطا کنی که آنچه که از تو شنیدن رو انجام بدن. اینو برای خودم و برای همه میخوام. خداوند امروز به تو میگه پاشو، پاشو، برات نقشه دارم، میخوام تو رو برکت بدم و میخوام تو عامل برکت دیگران باشی، میخوام خانوادت رو برکت بدم، میخوام از طریق تو ایران رو برکت بدم. پاشو، من با تو کار دارم. چرا نشستی؟ چرا خودتو کم میبینی؟ من به تو دادم، مثل کوروش من روح القدس رو بهش دادم، به تو هم میدم، به تو هم خواهم داد. کم نخواهی آورد، ولی بعد به من بله بگی. به نام عیسی مسیح خداوند رو به تو بله میگیم امروز، باور میکنیم خداوند از تک تک ما برای نجات دوستانمون، فامیلمون، خانوادمون و ایران استفاده میکنی. اول ولی خود من رو ما رو نجات بده. امروز مثل کوروش میگیم که خداوند رو قبول میکنم، با من دعا کنید، خداوند رو قبول میکنم که خوانده شده هستم. باور میکنم طبق افسسیان، افسیان میگه قبل از اون که به دنیا بیای تو رو میشناختم و برای تو ماموریتم رو تعریف کردم. باور کن خداوند، چون تو گفتی باور میکنم. با من دعا کنی که قبل از تولدم مثل کوروش منو میشناختی، اسم منو میدونستی و مثل کوروش برای من ماموریتی رو طراحی کردی. باور میکنم و میپذیرم و امروز خودم رو تقدیم تو میکنم و میخوام با تو همراه، هم فکر، هم دل و هم سو بشم. به نام عیسی مسیح، آمین. که ایران آزاد شود،
در سر تا سر کشور نام مسیح پر شود، از هر قوم و هر ملت نام مسیح را خواند و با شادی میگویند که عیسی خداوند است. ایمان دارم، 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 ایمان دارم. به اون روزی ایمان داریم که ایران آزاد شود، زندگی ایرانیان پر از برکت شود، هر تاریکی هر ظلمت از ایران خارج شود، نور خدای یهوه بر ایران تابان شود. ایمان دارم، 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 ایمان دارم. یک بار دیگه این سرود رو با ایمان بخوانیم که روزی ایران ما آزاد خواهد شد. اینو با تمام دل، با تمام ایمان اعلام کن. هللویا. به آن روزی ایمان داریم که ایران آزاد شود، در سر تا سر کشور نام مسیح پر شود، از هر قوم و هر ملت نام مسیح را خوانند و با شادی میگویند که عیسی خداوند است. هللویا. ایمان دارم، ایمان دارم، ایمان دارم، ایمان دارم، عیسی، ایمان دارم، ایمان دارم، ایمان دارم، ایمان دارم. به اون روزی که ایران آزاد شود، زندگی ایرانیان پر از برکت شود، هر تاریکی هر ظلمت از ایران خارج شود، نور خدای یهوه بر ایران تابان شود. ایمان داریم، 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 ایمان داریم. تو آزاد خواهی شد.